سلام ارداد، باور نکردنیه که یادگیری انگلیسی چقدر راحت شده. ببینید، سلام، میتونی به فارسی با من صحبت کنی؟ بله حتما، چطور میتونم به شما کمک کنم؟ لطفا چیزهایی که میگم رو به انگلیسی ترجمه کن. Certainly, go ahead and share. I'll translate it into English for you. احساس میکنم که اون علاقه‌ای به من نداره. I feel like he doesn't have any interest in me. لطفا همین چیزی که گفتی رو از لحاظ انگلیسی یک مقدار پیشرفته تر بگو. I sense a lack of inclination from him towards me. لطفاً همین چیزی که گفتی رو به زبان انگلیسی خیلی ساده بگو. I feel he's not into me. باور نکردنیه. میخوام امروز در مورد چت جی پی تی صحبت کنم. میدونم دربارش شنیدید، ولی میخوام دقیقاً بریم سراغ اینکه چطوری میتونید تو هر سطح زبانی که هستید ازش استفاده کنید، برای اینکه زبانتو بهتر کنید، برای اسپیکینگ، برای نوشتار، گفتار، لیسنینگ و خواندن، ریدینگ، همه اسکیلاتون رو بهتر کنید و حتی برای امتحانهای زبان چجوری ازش استفاده بکنید. دونه دونه میخواییم با هم بریم سراغش رو بررسی کنیم. خب ببین، چت جی پی تی همه تون میدونید چیه. سرچ میکنید چت جی پی تی توی گوگل، یه اکانت ساده میسازید، ورژن 3.5ش مجانی هستش. نکنید وقتی وارد سایتش میشید ورژن 3.5 رایگان هستش. اگر بزنید ورژن 4 میگه مای 20 دلار نمیخواد، ما همون ورژن 3.5 استفاده میکنیم. نه، شما یه دازو چت جی پی تی رایگانه و میتونید ازش تو هر سطح زبانی استفاده کنید. بله اوکی، یه لحظه. ورژن 4ش پولی هستش که ما نمیخوایم استفاده کنیم. اپش رو میریزید، اپش رو الان خدمتتون میگم. اپش رو توی اپل استور که سرچ کنید، بذارید من صفحه‌مون رکورد کنم که قشنگ ببینید. تو اپ استور چت جی پی تی سرچ کنید، اینی که آیکون مشکی داره، اونی که آیکون مشکی داره رو به قولی چیز میکنید، دانلود میکنید. من دارم الان باز میکنم. ببینید نکنید این گوشهش، خب یه دونه عکس میکروفون هستش، هدفون هستش. عکس هدفون رو که بزنید شروع میکنه باهاتون صحبت کردن. هر چیزی هم که میگید و هر جوابی که بهتون میده اینجا ثبت میشه. ببینید نوشتهایی که الان هستش جوابی که تا الان به من داده. خب الان اینو بزنم، نکنید میکروفونش میاد، فکر میکنه میکروفونش میاد. یه مقدار بعضی موقع ممکنه شلوغ باشه، طول بکشه، ولی اصولا خیلی سریه، بستگی به اینترنت تو اینا داره. Hello, how are you doing? Hey, I'm just the computer program, so no feelings, but I'm here and ready to help. What can I do for you? بیا یکم با هم فارسی صحبت کنیم. خوبه. بگی چی میخواید بحث کنیم یا چیزی که دوست دارید بدونید. بعد اینو که بزنید نکنید، تکسی که داده همون صحبتی که کردیم اینجا میونه. خب اما بریم سراغ این که چجوری برای یادگیری زبانتون استفاده کنید. ببین، سایت عینش همینیه که گفتم. اصلا شما فرض کنید زبان بلد نیستید و باهاش فارسی صحبت کنید. اینو میذارید، میگید آقا میخوام باهات فارسی صحبت کنم، بهم کمک کن که انگلیسی یاد بگیرم. کم کم میتونید باهاش صحبت کنید. یا نه، میخواهید تایپ کنید، میاد تو گوشیتون تایپ میکنید. مثلا میگید سلام، حالت چطوره؟ خب بعد فارسی میگید، اون بهتون فارسی جواب میده. بعد میتونید چیز کنید، مثلا تایپ کنید، یا اگر تایپ ده انگشتیتون راحت تر، تایپ ده انگشتی بکنید توی کامپیوتر. نکنید الان من دقیقا همینو دارم، کاملا رایگان. بعد میتونید بهش بگید خب حالا این جمله رو به انگلیسی برام ترجمه کن، این جمله به انگلیسی ترجمه کن، translate this sentence، همونو برداشه. میتونید بگید این جمله‌ای که میگم رو به انگلیسی ترجمه کنید. یه مقدار باید دقیقاً براش مشخص کنید. خب حالا بریم سر یادگیری زبان. ببین نکنید از زبان روزمره گرفته تا امتحانا تا پروفشنال. بچه‌ها من دارم هر هفته از این استفاده می‌کنم برای کار خودم، یعنی برای کار خودم انگلیسی استفاده می‌کنم. من سری متن می‌نویسم به انگلیسی، ولی ببین من رایتینگ هم خوبه، ولی رایتینگ هم مثل نیتیو نیست، رایتینگ هم مثل اون انگلیسی. حتی خود انگلیسی‌ها هم بعضی موقع یه سری وقتا می‌بینی یه چیزی می‌نویسی بعد اون چیزی که میخوام نشد. من یادم میاد تا فارسی مینوشتم، من همیشه متن سازمان بورس که بودم فارسی مینوشتم. بعد یه رئیسی داشتیم، این خیلی نگارشش خوب بود، نامه اداری میزدم بعد میوردم پیش رئیسم، رئیسم ادیت میکرد. بعد میگفتم چقدر بهتر شد. فارسی هم حتی من نمیتونستم مثل رئیسم بنویسم، چه برسه انگلیسی. به خدا این بعضی وقتا یه سری متن که مینویسم یه لحظه میدمش به چت جی پی تی، میگم ببین اینو خیلی تغییرش نده. خب بذار اصلا نمونهشو همین الان بهتون نشون بدم. ببین مثلا یه متن، یه پاراگراف نوشتم، میخوام بگم این پاراگراف منو تغییر نده، فقط یه مقدار بهبودش بده. دیگه تو هر سطح زبانی باشید این لازمتون میشه. نیاز نیست بگید من امتحان زبان ندارم، من دیگه نمیدونم. من میگم خودم دارم همش اینو استفاده میکنم. نگاه کنید، میگه اوکی حالا پاراگراف رو بده، پاراگرافمو پیست میکنم. دیدید خیلی تغییرش نده. The Santa Claus rally could lose steam as we approach the end year, with January notorious for market sell-offs. The market is currently
Buoyed by, اینو من نوشتم, buoyed by the performance of Magnificent Seven and the current trend shows no signs of cooling down. من دوباره یه مقدار بهترش کرد. The Santa Claus rally might lose momentum as we approach the year end. Given January's notorious reputation for market sell-off, the market is currently lifted by the performance of Magnificent Seven. یه ذره تغییرش داد. خب میده یه کوچول تغییرش داد. جمله تغییر نکرد ولی یه مقدار بوده. این میشه چی؟ این میشه بالاترین سطحی که شما میتونید ازش استفاده کنید. یا اگر بخواید مثلا به صورت میخوام از بالاترین سطح بیام به سمت پایینترین سطح. پایین‌ترین رو گفتم که اینه فارسی باش صحبت کنید. بالاترین سطحی هم که میتونید استفاده کنید اینه. یا اینکه مثلا باش انگلیسی صحبت کنید. مثلا بهش انگلیسی بگید میخوام به رئیسم اینو بگم. میخوام بگم من جدیداً CFA دادم. میخوام به رئیسم بگم اگه بشه یه مقدار حقوقمو ببرم بالا. Hey, I just recently passed the chartered financial analyst designation, which is very highly respected in the finance environment, but there is no direct link between having this designation and any salary increase, but I want to talk to my boss and kind of imply that I want to seek the opportunity of having my salary adjusted up because I now have the designation. Can you help me in two paragraphs how to open up the conversation with my boss on that topic? Absolutely. You might start by expressing gratitude for the support you've received, then smoothly transition into your accomplishment. Hello, boss name. I hope you're well. I wanted to express my gratitude for the support and guidance I've received during my journey toward achieving the Chartered Financial Analyst designation. I recently obtained the designation, and I am truly appreciative of the opportunities for growth that our organization has provided. I am hopeful that we can discuss the possibility of a salary adjustment that reflects both my dedication to... نگاهی حالا اینجا رو بزنم کل متنشو میاره. میتونم ازش چیزه. خب این میشه پس بالاترین سطح و پایینترین سطح. ولی خب بیام این وسط. بریم سراغ این که شما چطوری بتونید برای موارد مختلف استفاده بکنید. خب بذارید اصلا نه از بحث اسپیکینگ شروع کنیم. اسپیکینگ بحث این که سطحتون چجوری باشه میتونید باهاش صحبت بکنید. مثلا همین فارسی صحبت کنید یا نه. مثلا میخواید برای آیلتس آماده شید. بهش بگید که یه سری سوال‌های آیلتس رو از من بپرس مثلا. Ask me some IELTS speaking questions and evaluate my response. Sure, let's start with a common IELTS speaking part 1 question. Question, can you tell me about your hometown? Feel free to respond and I'll provide feedback on your answer. ببین میگه قشنگ به هم جواب خودش سوال رو گفت در مورد هومتاون صحبت کن. گفت جوابم بده من جوابتو اوالیویت میکنم. دیگه از این چی میخواید بهتر؟ من وقتی آیس میدادم تنها چیزی که شما نیاز دارید اینه که یه نفر باشه بهتون میگه اسپیکینگتون کجاهاش مشکل داره. من توی رایتینگ قسمت بعدی رایتینگه. توی رایتینگ گفتم بهتون حالا پیشرفتش این میشه. سادهش اینه که شما یه متنی بنویسید بهش بدید بگید که آقا این متن منو اوالیویت کن. بعد قشنگ نقاط قوت و ضعفتون میگه. بچه‌ها من برای اینکه اقامت کانادا رو بگیرم روی آیلتس 6.5 گیر کرده بودم چیزو اسپیکینگ چیز رایتینگم. رایتینگ 7 می‌خواستم. رفتم یه معلم زبان گرفتم. معلم زبانه کلا فکر کنم یه هفته با من کار کرد. گفت ببین رایتینگ تو عالیه. فقط یه سری نکات رو باید رعایت کنی تا رایتینگت از 6.5 بشه 7. مثلا گفت اینجا رو یه مقدار اینجوری تر بنویس، اینجا رو یه مقدار اینجوریش کن. همون کارا رو کردم دقیقاً درست شد. این داره همون سرویس و مجانی در آن واحد بهتون میده. یعنی شما کافیه متنتون بنویسید بهش بگید آقا من مثلا رایتینگم 6.5 میخوام بکنم رایتینگمو 7. به هم یه سری پیشنهاد بده رو متن. چند بار که چیز بکنید میاد قشنگ بهتون چیکار میکنه، بهتون پیشنهادهای درست حسابی میده. پس بچه چی شد؟ یکی میتونید برای رایتینگ استفاده کنید اینکه اصلا بهش بگید آقا من فلان موضوع رو چجوری بنویسم. مثلا میخوام بهش بگم در مورد یه موضوعی به من ایده بده. Write a sample IELTS task 1 on an email to complain about a product. مثلا IELTS task 1 دیگه، مثلا یا هر امتحان دیگه ای که دارید. خب مثلا TOEFL باشه هرچی. مثلا نکنی الان بهش بگم نکنی here's a sample urgent complaint. I hope this email finds me. My name is Flan. I recently purchased one of your products. Unbelievable. یعنی اصلا امکان نداره شما قبل بتونی راحت سمپل آیس پیدا کنی. یعنی اصلا من باور میشه اشکم داره در میاد. با ما پوستمون کنده شد به خدا این امتحانا رو بدیم. میرفتیم این کتابای چیزو میخریدیم کمبریج رو به زور یاد بگیر. این رایتینگتون. اسپیکینگتون هم که گفتم. اصلا اسپیکینگ شما مگه میشد استاد نگیرید بدون استاد؟ این الان البته یه سری ایرادات داره در نهایت هم بهتون میگم. در مورد لیسنینگ بهتون نمیتونه سمپل آدیو بده. من تست کردم. اصلا نمیتونه چیزی رو پلی بکنه. ولی میتونیم بهش بگیم بذار ببینم اینو بهش بگم قبول میکنه. Read a sample IELTS listening
so that I can listen to. I'm sorry, but I can't provide audio. However, I can present you with a sample IELTS listening question, and you can imagine the audio scenario. Here's a sample. Recording. You will hear a conversation between a student and a librarian about borrowing books from the university library. Question. What is the student's main concern about borrowing books? Feel free to respond to this question, and I'll provide feedback on your answer. مثلا میتونه حالا IELTS listening رو دقیقا نمیتونه مثلا اون چیز کنه، ولی میتونه به قولی شبیهش رو براتون بیاره. خب ریدینگ هم همینطور، ریدینگ هم میتونه. حالا ببین ریدینگ رو مثلا خیلی شاید مشکل نباشه، مشکل اصلی اکثرا توی اسپیکینگ و رایتینگه که اسپیکینگ و رایتینگ رو این کامل براتون داره چی پوشش میده. خب دیگه چی ازش میشه خواست؟ مثلا من میتونم بهش بگم که آقا یه مقدار جملات من رو ایمپروف کن. میگم باز فقط میتونی رایتینگتون مختص به متن نباشه، شما ممکنه بگید آقا من در حد فعلا جمله هستم. میتونم مثلا جمله رو براش بنویسم یا میتونم بهش بگم Hey, please check my grammar on this sentence and let me know if it's structurally and grammatically correct. Absolutely. If I... Go ahead and share the sentence. I'll check it for structural and grammatical correctness. If I had known that she would have been upset, I would probably take a different pass. Your sentence is almost correct. Here's a refined version. If I had known that she would be upset, I would probably have taken a different path. The change ensures consistency in the use of past perfect and past simple tense. Well done. Can you make it a bit more advanced? Certainly. Here's a more advanced version. Had I been aware of her potential distress, I would have likely opted for an alternative course. Can you please make it the simplest possible? Sure, simplifying it. If I knew she'd be upset, I'd choose a different way. Thank you. ببینید که من از قصد یه تیکش و یه کوچولش رو بگم بهم گفت almost corrected. If I had known she would be upset, I would have taken a different path. من گفتم if I had known she would have been upset. از قصد یه کوچولی اینجاشو اشتباه گفتم. بعد correct هم کرد، بعد گفتم پیشرفتش کن، بعد گفتم ساده‌ترش کن. حتی میتونید بهش بگید گرامر رو براتون توضیح بده. I'm not really good with conditional sentences in English. Can you explain them to me and give me some examples to better understand them? Conditional sentences in English express hypothetical situations, often using if to introduce the condition. If. There are four main types. Zero, first, second, and third. ببینید قشنگ کاندیشنال مختلف. کاندیشنال همین جمله‌ای که اکثر بچه‌ها باش مشکل دارن. میگید اگر میدونستم فلان چیز پس فلان چیز. اگه میدونستم ناراحت میشه این کارو نمی‌کردم. اگه بدونم که میای حتما این برنامه رو میچینم. اگر امروز بارون بیاد من اصلا بیرون نمیرم. خب این کاندیشنال های مختلفه، کاندیشنال هایی که هایپوتتیکاله یا کاندیشنال هایی که اگر من اینو بکوبم زمینی میشکنه. خب این مثلا فکته. خب یه وقت هست میگم نه، اگر چهار حالت کاندیشنال داریم، من خودم نمیدونم چهار حالت شو. خب هیچ وقتم توصیه نمیکنم گرامر رو، همیشه گفتم گرامر رو سعی نکنید اینجوری یاد بگیرید. من الان گفت چهار تا نمیدونم، third conditional, second conditional نمیدونم، من استفاده میکنم. همین که شما تمرین کنید، با این اسپیکینگ صحبت کنید، رایتینگ کار کنید، همه اینا رو یاد میگیرید. بچه مشکلی که هستش اکثر کانال های زبان، مثلا کانال هایی که رایگان به شما درس میدن، کانال هایی هستن که چیزهایی رو یاد میدن که به درد شما نمیخوره. با احترام به همه کسایی که دارن کار میکنن، متاسفانه این واقعیت وجود داره. بخاطر همین خوشحال نباشید که بابا فلان کانال 100,000 تا مثلا ویدیو گذاشته. نه، میشه مثلا من الان برم یه کتاب 20 سال پیشه نمیدونم 500,000 لغت رو نمیدونم 504 اینا رو بیارم بهتون درس بدم، ولی به دردتون نمیخوره. این چیزیه که به دردتون میخوره، این راه حلیه که شما بتونید سریع به اون نتیجه دلخواهتون توی زبان و امتحانات زبان برسید، چه جنرال باشه چه امتحانات زبان باشه هر چی باشه. اینم نگاه نکنید که من با این انگلیسی صحبت میکردم، اولش با فارسی شروع کردم که کامل ترستون بریزه. اما یه سری ایرادات هم داره، حواستون باشه. یک، ممکنه اشتباه بکنه، بعضی موقع ممکنه یه سری چیزا رو اشتباه بکنه، ولی درصدش خیلی کمه، خیلی کم بود، مخصوصا تو بحث‌های زبانی خیلی درصدش کمه. اگر سوال تخصصی ازش بپرسید احتمال اینکه اشتباه کنه زیاده. ببین به قولی میگن it's endless opportunity، هر چیزی ازش میتونید بپرسید، میتونید تاپیک ازش بپرسید. خودتون کریتیو باشید دیگه، ببینید چه چیزهایی احتیاج دارید توی اون لیسنینگتون، توی اون رایتینگتون، توی اون ریدینگتون، توی جنرالتون، توی کارتون. ببین چی لازم دارید و باشه خورده بربرید دستتون میاد که چیا رو خوب میتونه بهتون جواب بده. پس یک، اشتباه میکنه. دو، اینکه تنبلتون میکنه. بچه حواستون باشه، برای یادگیری زبان خوبه چون شما میخواید تو کمترین زمان به بهترین نتیجه برسید. آقا میخواید سال دیگه به
تحصیلی مثلا آمریکا، کانادا، اروپا، باید سریع به نتیجه برسید. یا اینکه مثلا میخواهید سریع زبانتون رو بهتر بکنید، یا اینکه سر کار اینجا کار گرفتید ولی هنوز زبانتون اونقدر راه نیافتاده، از چت جی پی تی استفاده می‌کنید برای نامه‌های بهتر. من حالا یه ایمیگه ویدئوی دیگه هم درست می‌کنم برای کارهای به قول ایمیگریشن، کارهای اپلای تحصیلی، چقدر این می‌تونه کمک بکنه. من چندین تا سناریوی مختلف برای بحث ویزا و اینا باهاش چیز کردم، توی اون ویدئو توضیح میدم. این ویدئو گفتم فقط بحث زبان رو پوشش بدید، خیلی کمک می‌کنه. یعنی اصلا ما یه نامه‌ای که شاید یه روز ازمون وقت می‌گرفت توی یه دقیقه نوشتیم، خب با کمک چت جی پی تی. و اینکه بچه‌ها این اموشن نداره، حواستون باشه. فیلم هر رو اگر دیده باشید باور کنید ممکنه بعضی ها این خطر براشون باشه که اموشنالی اتچ بشن و فکر کنن چت جی پی تی شده دوستشون. این فقط یه کامپیوتره، خب حواستون باشه. فکر نکنید دیگه اینو دارید دیگه به چی احتیاج ندارید. قطعا دلسوزی یه معلمو نداره، شما باز هم ممکنه به یه معلم نیاز داشته باشید. قطعا دقت توجه یه معلمو نداره، قطعا مثل یه معلم ممکنه که تجربه و کار درست نباشه. پس این به این معنی نیستش که این ویدیو شما از معلم بی‌نیاز شدید. بهم بگید چه استفاده‌های دیگه‌ای که شما ممکنه از این برنامه بکنید، و اینکه سوالی هم داشتید بپرسید، یا اینکه اگر می‌خواید چیز دیگه‌ای رو باهاش تست بکنم حتما بهم بگید. امیدوارم موفقیت تک تکتون، عذرخواهی می‌کنم. دمتون گرم، لایک یادتون نره. موضوع دیگه‌ای بود بهم بگید. ویدیو رو طولانی نکنم. امیدوارم فقط سی یو نکست.